با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و با آرزوی قبولی تاعت شما در این ماه مبارک رمضان. در جلسه گذشته برنامه خوشه ای از پیامهای رسول خدا با موضوع بسیار مهمی از پیامهای حضرت محمد یعنی حرام بودن هر نوع استثمار انسان از انسان پرداخته شد ولی به دلیل به اطباع رسیدن وقتمون تکمیل اون به برنامه امروز موکول شد برای ادامه بحث با برادر مجاهد عباس داوری از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران همراه هستیم برادر رحمان خوش آمد. من منم سلام میکنم خدمت شما همچنین سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستن به کانونهای شورشی و آرزوی آرزوی قبولی تاعت مردم ایران را داریم در خدمت شما هست خواهش کنم در جلسه گذشته از پیام های حضرت محمد شما به حرام بودن هر نوع استثمار انسان, انسان پرداختیم که البته تمام نشد شما خودتون گفتین که به هر طرف که نگاه میکنیم ما میبینیم که آثار, آثار و در واقع نشانه هایی از استثمار و چپاول مردم توسط عناصر رژیم سردمداران و سپاه پاسداران و خلاصه اون چی که به خامنه ای مربوط میشه میخواستم ببینم که در پیام های حضرت محمد در مورد مناسبات اقتصادی در جامعه ما چه موضوعات دیگه رو داریم بله چند موضوع بسیار مهم دیگری از پیام های حضرت محمد در مورد مسائل اقتصادی مونده که الان شروع میکنیم به صحبت کردن در جلسه گذشته سه موضوع حرام بودن رباخاری، راندخاری و انباش سرمایه را صحبت کرد چهارم موضوعی که میخوایم صحبت بخونیم ثروت های عمومی است در اولین آیه سوره انفال آمده است که انفال از آن خدا و پیامبر خداست پس تقوای خدا را داشته باشید و مناسبات بین خودتون را اصلاح کنید و اگر ایمان آورده اید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید در رابطه با این آیه چند نکته را میخوام اول توضیح بدم بعد برید. اولا معنی انفال به معنی سروت های عمومی که مر... سروت های طبیعی است که مربوط به اون مردم است مانند معادن، جنگل ها، مراتع، غنایم و هر آنچه در طبیعت وجود داشته باشه مربوط به کل مردمه این اول ثانیا در قرآن وقتی که گفته میشه چیزی از آن خدا و پیامبر خداست این جمله یعنی اینکه متعلق به عموم مردمه سادیان در آیه پس از گفتن اینکه اموال متعلق به خدا و پیامبرش هست بلا فاصله میگه که تقوای خدا را داشته باشید یعنی مشخصه که هیچ فرد متقی دستش رو به اموال مردم آلوده نمیکنه رابن آیه میگه که مناسبات بین خودتون رو اصلاح کنید یعنی با شاغول قرار دادن اینکه آقا این ثروت های طبیعت متعلق به عموم مردم ها اگر کسی به این حقوق مردم تجاوز کنه باید یقه او را گرفت اصلاح مناسبات یا یعنی. همین مثلا در پیام گفته میشه که شرط ایمان داشتن شما اینه که از خدا و پیامبرش پیروی کنید به عبارت دیگه میخواد بگه که اگر به ثروتهای عموم مردم نزدیک شوید دیگه از گروه ایمان آورندگان خارجید پس این آیه است حال به چند مثال از خود به صلاح جرم جنایت هایی که رژیم مرتکب شده در مورد اموال عمومی و زیر سلطه خودش گرفته اشاره میکنه من فقط الان تو این قسمت به معادن اشاره میکنم دیگه همه چیزی که حتی نمیدونم دریا و بعد نمیدونم کوخاری و فلان و جنگل ها و اونا رو ولش میکنم فعلا یک موضوعی به نام معادن را میگم فرهیختگان روزامه فرهیختگان 13 تیر 1400 نوشته که سی درصد معادن کشور بدون مزایده واگذار شده. سپس توضیح میده که مشخص نیست چگونه 500 معدن تبدیل به 6000 شد. تعداد 13015 معدن ای که قبلا توسط وزیر امضا شده بود در ماهای اخیر به 6000 رسید. این خود نشون میده که روند واگذاری ها به صورت مهندسی انجام شده. یعنی یک قلم هفت هزار معدن ملاخار شد اینا متعلق به مردمه علاوه بر اون روزنامه مستقلم قبل از اون یعنی قبل از همین فرق در 29 فروردین 1400 از قول مردم زنجان نوشته بود که ای کاش معدن نداشتیم بعد ادامه میدی که استان زنجان یکی از استانهای برتر کشور در اکتشاف و صدور پروانه بهرهبرداری از مادم میبود در اکتشاف و بهرهبرداری از مادم و صادرات نه تنها حق پایمان شده مردم را نادیده میگیرند بلکه یک زمین سوخته تحویل مردم میدن دولت سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومن درآمد از قبل برداری از معادن داره بدون آنکه برگشتی از این درآمد در محافظت از خود معادن و یا روستایانی که در معرض خطر این معادن هستند صورت بگیره اگه یادتون باشه کارگران معدن طلای آغدره که یکی از معادن بسیار پردرآمد طلا بله. در تکاب آذربایجان غربی هست چندی, پ... چندی, پیش اعتراض کرده بودن به در واقع کمی دستمازشون بله از اون طرف قضایه رژیم هم اونا رو محکوم به شلاق در ملعه عام کرد و این حکم رو هم اجرا کرد اگه یادم باشه اگه درست یادم باشه اواخر خورداد 95 بود بله بله یا شاید اوائل خورداد بله اوائل خورداد 95 بله, بله. درست. حرفتون کاملا درسته این تنهای مورد از زنایت های فقط یک مورده شش ماه پیش هم روزنامه فرهیختگان یعنی همون هیچده مهر هزار نوشت ببینید اینجا زرند کرمان است در یک معدن جدید از خصوصی سازی رانتی کلمه خود روزنامه است ده ها کارگر از مادن پابدانای جنوبی چشمه پودنه بعد سراپرده باب و معدنجو در زرند کرمان از یک هفته گذشته در اعتراض به دستموزهای پایین در اعتصاب به سر میبرند به گفته این کارگران حق تونل حق سختی کار و ضرر و زیان جسمی ناشی از کار در معدن کارگران معادن کرمان با همسران و فرزندانشون برای اعتراض آمده بودند در سراحه دشت خاک زرند اما توسط ماشین آب پاش معموران رژیم متورق میشن خب یعنی سارقان این معادن که اغلب سران خود رژیم هستند علیرغم درآمدهای کلانی که دارند به کارگران هیچ توجهی نمیدن در حالی که کار در معدن در تمام قوانین کار کشورهای مختلف از جمله سازمان بین کار از سختترین کارها شناخته شده و باید مزایای مختلفی به اصطلاح به اونها تعلق بگیر اما میبینیم که اصلا نیست میزنن میکوبن و استثمارشون رو پیش میبرن بله من... موضوع پنجم که میخواستم بگم حرام بودن فساد مالیه در پیام های رسول خدا کلمه فساد عموما به معنی غارت و چپاول مردمه در آیات 11 تا 20 سوره فجر در مورد نظام های ضد مردمی و فاسد و چپاولگر میگه که کسانی هستند که در شهرها و کشورها علیه منافع مردم توغیان کردن در زمین فساد را گسترش دادند یتیم ها را گرامی نداشتند و به غذای مردم فقیر برانگیخته نشدند سودها و دسترنج ها را خوردن خوردنی مال را بسیار دوست دارند دوست داشتنی بله برادر رحمان در پیام های حضرت محمد خیلی تاکید شده بر گرامی داشتن یتیم و رسیدگی کردن به اونها میشه حول این موضوع توضیح بدین لطفا ببینید شما وقتی به جامعه خودمون نگاه کنید در این کشور در همین تلفات و کرونا بیش از 500 هزار نفر ما کشته دادیم اغلب پدر مادر خانواده های فقیر در نتیجه این بیماری درگذشتند کودکان آنها را در نظر بگیرید ببینید کودک یتیم ضعیفترین و در این حال آخه نیازمندترین افراد در این جامعه هستند ببینید رژیم ضد بشری با این دهها شاید هم صدها هزار کودک و نوجوان چیکار میکنه آیا با درآمدهای صدها میلیارد دلاری به اینا رسیدگی میکنه یا همین کودکان یتیم را تبدیل به کودکان زبالگرد و کودکان کار کرده و به شدیدترین و ضد ترین وجه اونا را استثمار میکنه بنابراین در قرآن وضعیت مش... معیشتی یتیمان یک شاخص مهم در حکومت کنندگانه که آنها در چه وضعیتی هستند یتیم در چه وضعیتی هستند ببینید روزنامه آرمان در سیزده آزر 1400 نوشت هزینه های برنامه هسته ایران برای کشور باید چیزی بین یک یک و نیم تا دو تریلیون دلار ارزیابی شه معنی دو تریلیون دلار یعنی اگر این مبلغ به این حجم را بین 80 میلیون جمعیت ایران تقسیم میکنن به هر فرد حدود 25 هزار دلار میرسه این همه استثمار از مردم فقط در یک مورد به نام پروژه هسته ای رژیم اگر فقط همین پول و نه چیز دیگر از مردم غارت نمیشد ببینید هر خانوار چهار نفره ایران حدود 100 هزار دلار سرمایه داشت فساد مالی یعنی غارت چپاول هر روز بیشتر و بیشتر میشه هم به عنوان مثال روزنامه شرق در 21 بهمن 1600 به صورت سوالی مسبب چند قلم فساد مالی را مطرح کرد خب می نویسه، مسبب قاچاق سالانه 15 تا 20 میلیارد نخ سیگار به داخل کشور کیه مسبب ساخت صد گتوند روی گمد نمکی که باعث شوری رود کارون و خوش شدن میلیون ها اصله نخل شده کیه؟ مسبب فروش 350 میلیارد دلار ارز که ورود کالاهای قاچاق و خروج سرمایه را به هموار کرده کیه؟ و اینا نمونه های خیلی روشنیه از جنایت ها و خیانت های رژیم ضد بشری علیه اسلام شما به چند موضوع بسیار مهم اقتصادی که در واقع از پیام های حضرت محمد دریافت می شود صحبت کردین و همینطور زدیت هایی که رژیم با این پیام های رهای بخش و ادالت گستر حضرت محمد داشته بهش اشاره کردین و خب من فکر میکنم که تا اونجا که در توانداره رژیم در تحریف پیام های حضرت محمد تلاش میکنه بله. خب البته جا داره که بیشترم حلوشی صحبت بکنه ولی با توجه به وقت اون میخواستم اگر ممکن هست شما موضوعات رو تا اینجا جنبندی کنید بله همچنان که در ابتدای بحثا به خصوص در جلسه اول گفتم خدا مأموریت پیامرسان خودش که درس ناخوانده بود در دو آیه 157 و 158 سوره اعراف گفته از جمله گفته که او آمده است تا بارهای گران و زنجیرهایی که بر مردم تحمیل شده را زمین بگذارد خب پس با این معیار هر کسی که باری از کشی، بر دوش مردم میگذارد یا آنها را به بند و زنجیر میکشد مثل همین رژیم ضد معموریت های پیام نسان خدا و ضد ارزش است که او خلق کرده دقیقا همین نقطه است که مرزبندی در پیام رسول خدا هرگز بین با خدا و بی خدا نبوده همچنان که گذارمون گفته بلکه بین کسانی است که تمامی نعمت ها و ثروت هایی که خدا برای عموم مردم آفریده در چنگال های کثیف خودشون گرفتن و مردم رو از اونها محروم میکنن به اینم بسنده نمیکنن دست رنج های اونها رو هم غارت میکنن به این دلیل اگر خاطرتون باشه چند روز پیش خواهر مریم در کنفرانس متحد علیه بنیادگرایی و جنگ افروزی. برای صلح و برادری فراخان قیام علیه حکومت گرسنگی و بیخانمانی و استبداد دینی دادن خب خداوند توسط پیامرسان خودش زیرا به هر نوع حکومت غارتگر دروغو از جمله حکومت آخوندهای تبهکار از ریشه زده ببینید سوره ماون ما که هفت آیه داره تماما مرزبندی عمیق با اسلام های غارتگر و چپاولگری مانند خمینی و خامنه ای هست که در این سوره ها چنین میخونیم آیا دیدی آن کس یا کسی را که به این بدین دروغ میبندد پس او همان است که یتیم را میراند برغذا دادن, بی... دادن به بینما ترغیب نمی کند پس وای بر نماز آنهایی که در نمازهای خود خطا و غفلت می کنند آنهایی که ریا می کنند و انحصار کننده سروت عمومی و وسایل تولید هستند پدر تالقانی در تفسیر خود به نام پرتوی از قرآن معنی ماون ما را حتی وسایل تولید به وسایل تولید نیست تعمیم داده اینجا یه توضیح بدم در پیام های حضرت محمد بین نماز گذار و برپادارنده نماز تفاوت کیفی وجود داره کسی که برپادارنده نماز است نمیتونه هیچ چیز حرام مصرف کنه از لباسش گرفته تا زمینی که در اون نماز میگذاره نباید مطلقا از تجاوز به حقوق دیگران تأمین شده باشه یعنی این یک به اصطلاح اصله به حال ملاحظه که پیام های حضرت محمد تا کجا رهایی بخش و عدالت گستر برای تمامی مردم جهان بوده و هست الان که بحثمون به این نقطه رسید میخوام روی دو اصل از پیام های حضرت محمد نتیجه گیری کنم و تأکید می کنم که به عنوان اصل اصل اول در اسلام دسترنج هر کسی متعلق به خود اوست اصل دوم تمامی منابع طبیعی متعلق به عموم مردم است بله ما در این دو برنامه اخیر بحث کردیم حول مرزبندی در اسلام بین استثمار کننده و استثمار شونده و خب این بحثا نشون داد که رژیم تا کجا دشمن پیام های ادالت گستر حضرت محمد بوده فرصت ما به پایان رسیده برادر رحمان بحثامونو اگر ایزو بدین ادامه بدیم در برنامه های آینده بله خواهش میکنیم بینندگان عزیز با تشکر از همراهیتون با برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم خدا نگهدار